قیام دیماه 96 در 160 شهر در سراسر ایران. اذعان علی ربیعی از معاونان وزارت اطلاعات و وزیر سابق کار حکومت آخوندی. علی ربیعی از معاونان وزارت اطلاعات و وزیر سابق کار رژیم طی مصاحبه‌ای اذعان کرد بر اثر شکستن مارپیچ سکوت در جامعه، مردم در 160 شهر قیام کردند و این اعتراضات خطرناک ممکن است باز هم تکرار شود. این در حالی است که رژیم و دنبالچه‌های آن عدد 142 شهر را که مقاومت ایران اعلام کرده بود مبالغه می‌دانستند. حالان که مجاهدین و خبرنگاران سیمای آزادی در 142 شهر اعلام شده حضور داشتند و از یکایک آنها گزارش می‌دادند. وزیر کار برکنار شده دولت آخوند روحانی و مهره کهنه‌کار اطلاعات آخوندی
در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی ایسنا به دفعات نسبت به پتانسیل انفجاری جامعه هشدار داد و گفت حادثه دیماه 96 را حادثه بسیار مهمی در 40 سالگی نظام تلقی می کنم و معتقدم که تجربه‌ای کم نظیر از ناآرامی‌های اجتماعی در این ماه رخ داد که مشابه آن را در 40 سال گذشته تجربه نکرده بودیم. اتفاقی که در دیماه 96 رخ داد شباهت زیادی از نظر حجم، اندازه، وسعت و جمعیت درگیر در ناآرامی و همچنین خصوصیت این افراد با ناآرامی‌های قبل نداشت. علی ربیعی مهره اطلاعاتی نظام ولایت فقیه هشدار داد چنانچه جایی از سد بشکند یا سوراخ شود فاجعه‌ای عظیم و سیلاب اتفاق می‌افتد. در دی ماه 96 اتفاقاتی در مشهد مارپیچ سکوت را شکست و سکوت جمعیت خاموشی که به نوعی زمینه اعتراض در آنها وجود داشت با ماجراهایی که در مشهد اتفاق افتاد شکسته شد. آغازگر ناآرامی‌های سایر شهرستان‌ها بود. ربیعی همچنین گفت آنچه که امروز به این نارضایتی ها اضافه شده است این است که احساس می شود دیگر آینده خوشبینانه پیش رو نیست و امید برای حل مسائل کم شده است. علت این که چرا این اعتراضات تا پیش از دیماه 96 بروز نکرد و در دیماه خود را نشان دادند نتیجه یک شوک اجتماعی است که اثر پروانه ای نامگذاری می شود. اثر پروانه ای اثری است که در نقطه فضا را می شکند و اعتراضات را به سطح می آورد. این ضربه شکننده می توانست یک عامل خارجی باشد. در دیماه 96 اثر پروانه‌ای باعث شد که اعتراضات در 160 شهر خود را نشان دهد و حتی تعدادی نیز در این شهرها کشته شوند. علی ربیعی معاون سابق وزارت اطلاعات رژیم با وحشت نسبت به خطر تکرار قیام‌ها علیه نظام ولایت فقیه گفت در پاسخ به این پرسش که آیا این اعتراضات و اتفاقات قابل تکرار هستند و می توانند نقش یک آژیر خطر را ایفا کنند، جواب من این است که بله، این اتفاقات محتمل و تکرار پذیر هستند، چرا که همچنان علت بروز آنها باقی است و با هر اثر پروانه‌ای امکان بروز آنها وجود دارد. جنس ناآرامی‌های سال 96 شورش از نوع محدود و منطقه‌ای اما خطرناک است و آژیر خطری را به صدا در می‌آورد که می‌تواند گسترده‌تر شود. یادآوری می‌کنیم که علی ربیعی هنگامی که در تاریخ 17 مرداد 97 با استیضاح باند رقیب در مجلس ارتجاع روبرو شد، درباره سوابق خود در مقابله با بحران‌های حاکمیت آخوندی گفت: من 40 سال خدمت کردم، در این 40 سال بحران‌های زیادی دیدم. یادم یه روز در تهران 12,000 نفر میلیشیا در توپخونه رژه می‌رفتن، در هر شهری 1,000 تا میلیشیا رژه رفتن. ما اون روز رو گذروندیم. من میدونم شرایط سختی پیش رومون داریم. من میدونم ترامپ روان جامعه را هدف گرفته. بخونین کتاب هنر تحریمی که مرکز پژوهش‌ها ترجمه کرده. ما امروز داریم اعتمادمون رو تو جامعه از دست میدیم. نقاط اتصالمون رو داریم توی جامعه از دست میدیم.